yeah wow. خدا و سلام خدا ورز سلام وقتتان بخیر نامنی نا های شهرهای بزرگ افغانستان و همچنان تداوم راکت پراگنیهای های پاکستان به خاک افغانستان شماره از نماینده های مردم در شورای ملی را ساخته است تا از امریکا بخواهند تا به شکل عملیاتی پس از امضای توافقنامه نامه امنیتی کار را به نیروهای امنیتی و دقل در تدافع و دفاع افغانستان گام های عملیاتی را بردارند اما اینجا نکته های دیگر وجود دارد توافقنامه امنیتی که برای افغانستان و ایالات متحده آمریکا سند مهم برای تداوم حضور نیروهای خارجی در افغانستان پنداشته می شود نیازمند تصویب و یا هم رأی اعتماد از آجل... از آدرس شورای ملی هم است پس از آن زمینه های اجرایی و عملیاتی آن و دقیق خواهد شد اما اکنون درخواست مجلس نمایندگان از این نکته با چه اصل های حقوقی مواجه است و در کل آیا واقعا توافقنامه امنیتی به منظور تامین امنیت و حداقل تدافع در مقابل حملات بیرونی است یا خیر در برنامه امشب با حضور مهمانان بحث و به بحث و بررسی می گیریم من هم در قفری میزبان این برنامه هستم و شما عزیزان را به این برنامه خوش آمدید میگم مهمانان عزیزی که اینجا حضور یافتن محترم غلام حسین ناصری محترم مریم کوفی و محترمه فاطمه نظری نمایندگان مردم در مجلس نمایندگان یا ولسی جرگه مهمانان عزیز به خوش آمدید آقای ناصری از اینجا میخوایم بدانم آیا واقعا قبل از اینکه مجلس سند امنیتی و توافقنامه امنیتی را امضا کنه این خواست از دید شما حداقل تا چه میزان توجیه پذیر است که ایالات متحده آمریکا در قسمت تامین امنیت و یا هم حداقل در قسمت راکت پراکنی پاکستان گام عملیاتی داشته باشند. تشکر بسم الله الرحمن الرحیم با تقدیم سلام احترام خدمت جناب عالی و همکاران و همسینفان محترم ما کوفی سایی و نظری سایی و تمام همکاران ازدادمند تکنیکی در شبکه و تمام بینندگان میخوایم ارز بکنیم که دوستان ما که اظهار نظر کرده یک اظهار نظری به اصلاح به تعبیر انگلیسیش میتونیم بگیم که به اسرائیل این یک اظهار نظر بیسلیس است بیاساس است چرا؟ این توافق همکاری دفاعی و امنیتی فی ما بین دو تا کشور که عبارت از افغانستان و آمریکا باشه وقتی این مرعی و لجرا میشه که تایید و تصویب اولیسی جیرگره بگیره در غیر از او صرفا امضا کردن مقامات عالیه حکومتی در چارچوبی پیمان به نمایندگی از افغانستان بله. صرفا تا اونجای زمینه را هموار ساخته که فقط زمینه آوردن یعزی را در ولسی جرگه هموار ساخته بله اعتبار بخشی به این سند است که گوی از آدرس افغانستان بله. قابل تایید است بله اما علاوه یعنی مازاد بر همین مقدار تا به حال را هیچ گونه مشروعیت حقوقی و قانونی نداشته و نداره تا ما بتوانیم به اصلاح در چارچوبی این پیمان ادعایم و اظهار نظر بکنیم که مکلفیت داره ایالات متحده ای آمریکا نسبت به افغانستان که باید اقدامات را روی دست بگیره ای این یک موضوع بله با میخوایم میخوایم نکته را وضاحت ببخشین اگر عامه مردم قبل از این بعد از امضای توافقنامه توسط حکومت وحدت ملی سرصدا ها را بلند کردن بعد از, از چند روز خب آمه مردم از همان گونه شما اشاره کردین حرف های حقوقی دین هفته است نمیشه گفته های مردم را در نظر گرفت یا به اونا انتقاد کرد اما از آدرس عیت اداری مجلس نمایندگان خانه ملت و اراده قاطبه ملت یکی از ارکان دولت به نام افغانستان این گفته های این گونه با باور شما بی بنیاد و بی اساس معنی چی؟ خب ما صاحب اظهار نظر هر کسی که بوده احترام داریم از لازی حقوقی و اخلاقی از لازی اخلاقی اما وقتی که صحبت بر مبنای یک تعهدنامه فی مابین دو تا کشور میشه بعد ما استلال میکنیم مطابق سند توافق همکاری یا ام به اصطلاح امنیتی فی مابین هر دو کشور جانب مقابل که عبارت از آمریکا باشه در قبال افغانستان و راکت پاک را پا راکنیای پاکستان یعنی مکلفیت داره این عرض کردم خدمت شما که کاملا بیاست از اینکه بله. بگذریم نکته دوم دوستان ما توجه بکنن که متن توافق نامه را از ابتدا از الف تا یایش بخوانند و درک بکنن که بعد از که فرزان فرض میگیریم که تایید اول سرج اول گرفتن بعد از در بخش های متعدد که 20 بیس چند تا ماده داره بله با او وقت اینا را استلال بکنه راجی براکت پراکنه پاکستان ما سرزال به عنوان عضو ریزه ولی سیجرگا در حضور هم فانی محترمی که اینجا شرف حضور دارن که متلی از قضیه هستن ایرائی سال نظر میکنیم که در قضیه مورد منازعه خط مرزی بین پاکستان و بین افغانستان خب پاکستانی ها اظهار نمی کنند، ولی اونا میگن که خاک ماست بله اینجا مستلزم عزیز که آمریکایا به هیچ وجه روز یک هزار موشکم به این منطقه اگر فردا بزنه تا مادامه که سیاست مداران افغانستان رئیس جمهوری کنونی دولتی وحدت ملی و حکومت وحدت ملی و همین طوری رئیس شورای اجرایی و بقیه دولت مردانی که در رس قوه اجرایی قرار گرفتن از مبادی و به اسلام مبانی مبادی حقوقیش که عبارت به از مراجعه به کنوانسیون های سازمان ملل باشه که به با اصلا هر کسی که دعوای تمام منازعه ای ارزی داره فلاخره با مراجعه به شورای امنیت ملل متحد و به اسلام سازمان ملل متحد باید مبانی حقوق از مجرای حقوقی باید قضیه را بدون توسل به اصله به و به اصرار سخت افتاره های گرم از اوکی استفاده بکنه باید تیره حل بکنه بله. اگر بر بگردیم به مجلس پس اکثریت از وکلا جدای از گفته و بیانات امروز قبلا هم گفتن و به شکل حدس و گمانشان این نیست که ب این فرصت این توافقنامه را امضا میکنن گفته های شما به این معنی است که وکلای هم در مجلس هستند که ناخوانده امضا میکنن خب ما نمی که خدای نخواسته از میدیای زنده همیشه همیتوری است. از میدیای زنده افغانستان ما مرتکب به و معصوم نیستیم. ولی تلاش ما برای که در میزگیرها وقتی که صحبت میکنیم و اظهار نظر میکنیم کاملا هم مبانی اخلاقی را در نظر بگیریم هم مبانی حقوقی را در نظر بگیریم و هم به اسلام موقعیت افغانستان در نظر بگیریم و تمام جوانب قضایا را ارزیابی کرده تا و تحلیل کرده با صحبت بکنیم بالاخره چیزی که میگیم فردا این مخالف قانون اساسی است دقیقاً باید مخالف با قانون اساسی باشه ماتوار باید ذکر بکنیم. اگر گفتیم که این مخالف اصول وظایف داخلی ماست باید مواد را بالاخره یاداشت بکنیم با اونجا به با بینندگان محترم در میدیا شریک بسازیم و اگر گفتیم برخلاف به اصطلاح قرارداد امنیتی جانبی طرف افغانستان که عبارت از ایالات متحده آمریکا باشه تقلب کرده باید بالاخره استدلال ما کاملا در چارچوب حقوقی بر مبانی حقوقی و بر معیارها و پرنسپ های پذیرفته شده فی بین هر دو کشور در این بخش که شما مطرح کردین شب بر او اسوار باشد در غیر از او اظهار نظر مردم مردمای عامه مردم افغانستان و ملت نجیبی افغانستان را سرگردان میکنه و باز به با یک دید کاذب با مردم و یک باور کاذب به با مردم مردم این فکر میکنه متن این پیمان نامه همیست که فردا در افغانستان در قلمرو افغانستان هر رقم قضیه که اتفاق افتاد آمریکا در کنار رقم نیست بله این رقم نیست بر واکاوی مجدد این نکته برمیگردم اجازه ای دیدگاه مهمانان دیگر داشته باشیم برمیگردیم خانم کوفی میخوایم از شما بدانم که آیا واقعا اکثریت نماینده ها و یا کسانی که اظهار نظر میکنند در قبال توافقنامه و ناامنی ها و درخواست و کمک اجلتا و با تعجیل و سری از ایالات متحده آمریکا دارند در این برهه کسانی هستند که ناخوانده آماده امضا هستند بسم الله الرحمن الرحیم سلام عرضې درم خدمت شما او خدمت بیننده تلویزیون یا آرینا نیوز خدماتیم کرايه عزیزم مسن کي عزيزم ما میخوای میره بگویم که در شورای ملی کسایی هستند که از این قانون دقیقا حمایت میکنن و حمایت هم کردن و موزیگیری های خاصی در رسانه ها داشتن و میخوای میره می بگویم که ما تا وقتی که قانون داخل شورای ملی بحث نشه و بحث سرش صورت نگیره ما نمیتونیم که اظهار نظر داشته باشیم و گفته های کازی که امروز هم سنفی گرامی ما اظهار نظر کردن یا امشب اظهار نظر کردن یا شب اظهار نظر کردن ما اونا را من گفته خود میدانم نه از آدرس شورای ملی و از آدرس هیئت اداری به خاطر از اینکه ببینید ما در شرایط فعلا شرایط جنگی و کنونی قرار داریم در افغانستان که هیچ کاری مفید به نفع مردم افغانستان نشده از آدرس نیروهای بین المللی به خاطر از اینکه در طول 13 سال اگر به مردم افغانستان کمک کردن کاری سرنوشت سازی به مردم افغانستان یک کاری بنیادی نکردن که اونا فعلا اگر اونا برای این از خاک ما و ما در وضعیت صلح امنیت قرار داشته باشه من بدبختانه او یک کار نشده ببین امروز جنگ در افغانستان جنگ خانمان سوزی دیروز ما گپ از آدرس ولایت بدخشان به خاطر از اینکه دولت سوالی وردوش دقیقاً بسته کندکا و مثلا تولایا را طالبان اسیر کردن او اورم از آدرس پاکستان ببینیم برای توپخانه در طول شش ماهی که مثلا را چی بود اورور وجود داشت خدای مال کردن و حال فعلا جنگ ادامه داره در ولسوالی مرزی که به پاکستان مثلا چند اولسوالی که در ولایت بدخشان به پاکستان وصل هستند من فکر میکنم که اگر ایالات متحده ای امریکا یا کشورهای هم پیمانی که به ما پیمان بستن اگر بارد. من فی این پیمانی که ما امروز امرایشان موافقت نامه امضا کردیم اگر به پیمان های دیگه ای که اونا وابستگی می داشتن در طول 13 سال من فکر نمی کردم که ما به این مشکل دچار باشیم اما بدبختانه اونا هیچ پیمانی را نکردن سر تطبیق نکرد دقیق. بلکه بلکه ما را به چالش کلی انداختن که ما اگر اونا در افغانستان کاری مفید میکردن و به مردم افغانستان میکردن هیچ وقت ما به ایالتی که ما مثلا در یک روز شست یعنی موشک از خاک پاکستان به خاک افغانستان پرتاب میشه و اصلا دولت پاکستان هیچ ایزاری نظر نداره و دولت افغانستان هم در برابرش به تفاوت است من فکر میکنیم که ما یک فال نیک میگیریم موافقت نامه را به شرطی از اینکه ما را قبول کنند درست تشکر میخوام بدانم که شما چه فکر میکنه واقعا میکانیزم برای تامین امنیت و یا تدافع و دفاع در مقابل راکت پراکنی های پاکستان و یا هم به بیان دیگر حل این موزل و اختتام این سریال راکت پراکنی به افغانستان که اصل سوژه این بحث در مبتنی بر توافقنامه امنیتی از آدرس شورا مبحث این برنامه است چه فکر میکنید آیا واقعا این یک مرجع دقیق است شما فکر میکنید که ایالات متحده آمریکا باید در اینجا دقت کنه تا امنیت در افغانستان بیاید و در پاکستان

دیگه تکرار شوه اگر ما موافقت نامه امرایشان امضا میکنیم موافقت نامه امنیتی است ما تمام امنیتی افغانستان واگذار نمیکنیم به دوش از و حد یک یک 50 یا 30 درصد در موضوع امنیتی افغانستان و امرای ما اونها کمک داشته باشن به خاطر از این که امروز سریع مداخله میکنه پاکستان در خاک افغانستان و ایالات متحده آمریکا و آمریکایی ها هیچ اصلا توجهی ندارند در باره ما فکر میکنم که اگر یک مقدار شورای ملی هم در مورد به کار ببره به خاطر از ما گینه کورکورونه امضا بکنیم ام باز ما شما ما فکر نمیکنیم که بدرد مردم افغانستان بخره تشکر سپاسگزاریم اما خانم نظری شما چگونه ارزیابی میکنید دو دیدگار از آدرس مجلس بیان میشه که ایالات متحده آمریکا باید در قبال امنیت در افغانستان خصوصا این ناامنی های گسته و ریخته اخیر در شهرهای بزرگ و راکت پراکنی های ایالات متحده آمریکا توجه کنه مبتنی بر اصل های حقوقی که آقای ناصری اشاره کردن انو زمینه اجرایی این مسئله مطرح نشده اما اکثریت نماینده به این باور هستند که باید ایالات متحده آمریکا دقت کنند چون که خانم کوفی هم اشاره میکنن آیا شما به این باور هستید بسم الله الرحمن الرحیم اولتر از همه ما سلام تقدیم میکنم خدمت دوستایی که حاضر هستن و جناب شما هم کاران شما و همچنان بینندگان تلویزیونی آریانا نیوز ما میخوایم بگوییم که ما ای پایمان، این پیمان ای یعنی کاری افغانستان نیست ما شما در جریان هستیم که ما قبلا پیمان استراتژی داشتیم که با ایالات متحده امضا کردیم و از مجلس نمایندگان تایید هم شد ولی بعد از او متاسفانه ما چالش های قوی تر یا بزرگتری را بعد از اجرای یا تایید از همو پیمان داشتیم متاسفانه که متاسفانه دا کسایی که در او پیمان رای داده بود یا کسایی که همو پیمان تایید کرده بود اونا حتی گپ در جایی رسید که خودشان پس بار ملامتی را قبول کردن بله. که ما اشتباه کردیم ما در جریان پیمان استراتژی اگر اولوسی جرگر شما در جریان باشین تایید کرد بعد از او متاسفانه در قرآن شریف در گرفت بعد از او بسیار عرفای دیگه شد که یعنی نزاکتا نجاب نمیکنه که ما از طریق تلویزیون بیان کنم من ایس یک وکیل یا من ایس یک خانم متاسفانه خلاف پیمان استراتژی عمل شد و راکت پراگنی دو برابر شد و از اون زمان شروع شد که من به این باور هستم که پیمان امنیتی اگر با ایالات متحده امضا میشه شده تایید میشه من زیاد باور ندارم که گذار سر امنیت افغانستان باشه اما زمانی که شما باور نداریم که برام یه تاثیر گذار باشه میخوایم این نکته رو بدونم فکر میکنین در حال حاضر که هنوز به تایید مجلس نرسیده این گفته ها چگونه از دید شما من حیثیت گوز ارزیابی میشه ما اولیسی ما اولسی جرگه ما من وکیل که از کابل نماینده تعیین شدیم منعکس کننده اولسی جرگه نیستم اما در کسی دیگه هر کدام ما یک رای داریم و یک نظر داریم و ما حتی احزاب ما در اینجا در پارلمان نقش نقشی نظری مشترک ندارن ما نظرات ما مختلف است میشه که یک وکیل نظر داده باشه نظر شخصیش است ولی زمانی که می پیمان در موضع رای قرار میگیره هر کدام ما رای ما تاثیر گذار است اونمو آدمی که امروز میگه که ولیسی جرگه پیمان استراتژی یا پیمان امنیتی رو میخوای تایید بکنه بله. اونم یک نظر شما در نظر بگیرید ولی به نظر ما این اشتباه میکنه که از آدرس ولیسی جرگه میایه پیمان میگه که ما تایید میکنیم و هیچ عنوان ما هر کدام ما یک رای و هر کدام ما نظر خود داریم و هر کدام ما دیدگاه خود داریم و ولیسی جرگه به نظر ما بسیار تعدادی کم باشه که نخوانده امضا کنه ما باور ندارم اصلا هر قدر وکیل ضعیف هم باشه بالاخره میفهمه که نفی افغانستان در کجا هست امروز اگر 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 نمیتونست نه صاحب نظر نمی بود نمیتونست رای مردم بگیرد گیرم که یک وکیل ضعیف باشه حدی اقل نفر نقص خدا می فهمه نقص افغانستان نفر نقص یک وکیل است بدون شک اکثریت وکلا نفر نقص خود را می دانن. اما مشکل اینجاست که نفر نقصی که بر ملت باشه کمتر توجه می کنند نفر نقص ملت ما نفر نقص شخصی ما است تشکر زمانی که من نفر ملت خود را در نظر بگیرم او زمان ما تامین است ممکن این خیلی حقلیت باشه پس از یک وقفه کوتا همکاران تقنیک شاره یک وقفه دارن پس وقفه دارن پس با سلام مجدد به دامی بحث خوش آقای ناصری اکنون مبتنی بر روی دست داشتن این سند را میخوایم بدانم که چه نکته های دقیقی و اینجا وجود داره که میتونه امنیت افغانستان را تمین کنه یعنی با این ملاحظه که اکثریت انتظار دارن پس از امضای توافق و تصویب ولسی جرگه امنیت افغانستان دگرگون شد به طرف مثبت بودنش خب در این قرارداد امکاری امنیتی و دفاعی فی و بین اردو کشور هم نقاط مثبت وجود داره و هم نقاط و موضوعات و مقوله های مبهم وجود داره که باز او و های ایجاد میکنه رقمی نیست که چیزی که به شکل افکار عامه داده شده که فرزند صد در جنبه اثباتی داره به عنوان مثال میگیم که یک بحث بحث حقوقی و قانونی و پرنسپ های پذیرفته در چارچوب فریمورک قانونی اساسی و بقیه قوانین نافذه کشور و یک بحث بحث حرفی و امثال ذالک است بالاخره که ما تا مطالعه کردیم در سال گذشته هم مطالعه کرده بودیم جدیدا بعد از اینکه رئیس جمهور محترم حکومت وحدت ملی را دستور دادن که مشاور امنیت ملی ایشان به نمایندگی از حکومت افغانستان امضا بکنه بله مطالعه کردیم که فعلا هم روی دست ماست که خدمت شما آوردیم جنبه های مثبتی که داره بر اساس این پیمان اونو تعهداتی که فرزن در نشست شیکاگو دو سال پیشتر صورت گرفت تمامی از اونها جنبه های عملی پیدا میکنه اما مشروط به که با حکومت افغانستان نمایندگی یک حکومت خوب به استاندارد مطابق با اصولی پذیرفته و معیار های حکومت داری خوب در جامعه جهانی و بین المللی را از خود تبارز بده چنانچه که تانوس نتانسن و هنوزم ابتدای کار آیا واقعا موفق میشه یا موفق نمیشه که او بستگی به گذشته زمان و آینده داره که ما شما خواهیم دید بلد. مسئله دیگری که اینجا نقطه مثبتی که من میخوام خدمت شما یادآوری بکنم عبارت عزیز که تعهد می سپاره ایالات متحده ای آمریکا که در چارچوب مطابق با چارچوب حقوقی در پیمان مجموعه نیروهای امنیتی افغانستان که سه بخش است اردوی ملی بله پلیس ملی و همینطوری شامل به اصطلاح نیروی امنیتی ریاست عمومی امنیت ملی هم می شود اینا را بس شکل مجهز می با اسلوب نظامی با تمامی ساز برگ نظامی که در چارچوبی یعنی مطابق با معیارهای پذیرفته شده در پیمان ناتو یعنی شما ببین در پیمان ناتو دقت شوه با که باز یک بحث دیگه اینجا وجود داره مردم و بینندگان محترم توجه داشته باشه در پیمان ناتو ضعیفترین ترین کشوری وجود داره که در سطح حد افغانستان شاید نرسه بله و قوی ترین کشوری هم وجود داره که ما و شما شاهد قدرت هژمون جهان بله قدرت های جامعه جهانی اینجا وجود داره قدرت های بسیار قوی از قبیل به اصطلاح کشورهایی که عضویت پیمان ناتو را دارن پس بنابراین منظور از اون معیارهای پذیرفته پیمان ناتو این یک مثلا مسئله, مسئله دیگر آموزش نظامی نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان است که این کاری بسیار مثبته. است مسئله دیگر تجهیز و مسلح ساختن نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان است و اما در اون بخش باز اضافه میکنه که به اصطلاح تنها منحصر بین نیست باز میتونه حکومت افغانستان اگر امکاناتی پیدا کرد که فعلا خود متاسفانه دست ماها بلخه به تکدی و گدایگری واقعا در از بر اساس فسادی که متاسفانه در 13 سال حکومت فاسد گذشته به میراث گذشته که بلخه تا مرحله ماها برسیم که بتونه از بیت المال و از بودجه و خزانه دولتی حکومت افغانستان ما ملت افغانستان قادر شد حکومت نظام افغانستان قادر شد که بتونه به اصالت هسته های سنگین و نیمه سنگین و امثال زارگه از کشورهای خارجی غیر از چارچوبی که فعلا در پیمان سازمان از خریداری بگن این قضیه قضیه بسیار مثبته دقیقاً مست... اگر میخوایم بدانم با نظر داشت نکات های مثبتی که کلا شکل تسلیح تجهیز حمایت و کمک و همکاری به نیروها داره پس تا چی میزان مم... من... منطبق با واقعیت ها خواهد بود که انتظار آوردن امنیت و یا هم دوباره در مقابل طالب جنگیدن در مقابل تروریست جنگیدن از نیروهای ایالات متحده آمریکا و یا نیروهای بین المللی انتظار داشته باشیم با در نظر داشت این نکته ای که امروز در تسلیم دهی حداقل مسئولیت ها در نیروی از نیروهای بریتش یا انگلیس هم گفته میشه وزیر دفاع گفته میشه که ما نمیگیم دیگر اینجا جنگ خاتمه پیدا کرده یا اینجا دیگر طالب نیست حداقل ما کمک کردیم ما یک زمینه های نهادهای آکادمیک تا حداقل فرصت کاری را ایجاد کردیم این دیگر خود افغان هاست که باید به با پیش بروند نکته ظریف اشاره کردیم که بسیار مهم است او عبارت از است که یک سری کلی گویی ها و عناوین کلی در اینجا وجود داره که او ابهام است بله بعد اول میگه که برای انزی پیش بون این کار بالاخره یک طرز عمل جداگانه باز فی ما بین هر دو تا مدیریتی که به عنوان مکانیزم م... وزارت به اصطلاح وزارت دفاع ایالات متحده ای امریکا آمریکا وزارت دفاع ای افغانستان اینا رو پیش بینی میکنه اینا اصل اجرای ساختن اینا را اینمی میکنه اینمی کمیسیون مشترک داره از طرف افغانستان وزارت محترم دفاعی ملی و از طرف فرزند ایالات متحده آمریکا وزارت دفاعشان بروده داره مسئله ای که شما اشاره کردید شما یک عنوان عنوان کلی دیگر و عبارت عزیز که میگه مبارزه با تروریسم هیچ نامی از ابتدا تا به انتهای ازی در رابطه با طالبان اشاره نکرده خب وقتی که طالبان اشاره نکرده آیا طالب که مسلح علی نظام می جنگه و به عبارت دیگر عنوان تروریسم آمده اینجا خود تروریسم باید تعریف می کردن نه؟ بله یک عنوان کلیس یک عنوان کلیس اولین ای که به نظرم فی ما بین حکومت افغانستان بعد از که فرزان بر فرض ای تصویب و تایید ولیسی جرگه و شورای ملی را به خود گرفتن و او وقت اجرا شدن فی ما بین هر دو تا کشور اولین منازعی که اتفاق میفته اینی می است منظور از تروریسم کیه نهایتا مصداق خارجی تروریسم القاعده است و فرض مسئله اینه که فعلا القاعده در خاک افغانستان وجود نداره این درسته و نیروهای فرزن کلی میگه نیروهای همسوی با القاعده این نیروهای همسوی با القاعده تعریف نداره از خود چرا ما آنچه که گیج میکنه انسانه که با شک و تردید به پیمان بینگره اینی عناوین کلیست که بالاخره مردم میفهمه حالا خواهی ناصری با... که م... یک نکتر که موارد دقیق وجود دارال جدای از تعریف این نکته ها و نقد بر این گفته ها من حیث کسی که آگاه بر با بای حقوق است این قلب باور اکثریت میخوایم این نکته ها را بدانم که این یک میساق میتونه باشد میان دو کشور و مبتنی بر صلاحیتی که ولوسی جرگه داره یا مبتنی بر صلاحیتی که در این زمینه وجود داره آیا امکانات تعدیل در بند از دسترس شما هست یا خیر که نیست اکنون با در نظر داشت ابهامات و این مشکلات دقیقا کار ولوسی با این چگونه را بوده تأمین آه درسته بسیار نکته ای و بازم اشاره کردین تشکر میکنم از این نکاتی که بلخش شما مزرم کرد ببین یک وقت ما قوانین پاس میکنیم باره. در رابطه با قوانین که از جانب حکومت یا خود ما بالاخره اعضا میخواه مطرح بکنه به اصلاح و پیشنهاد رو ما صلاحیت داره در اعضای محترم اولی سي که با هم دیگر هم در بحث کمیسیون هم در بحث به تالاری عمومی پیشنهاد تعدیل حذف و بلاخره ازدیاد از رو بکنه اما در رابطه با پیمان ها وقتی که می فقط فقط در چارچوبی که امضا شده است هیچ گونه حق اظهار نظر تعدیل و ایزاد ولیسی جرگه نداره که فرزند بگه ما یعنی چند تا فصل چند تا ماده زیر قبول داریم یعنی بقیه را بله خبر کردن به وزارت محترم خارجه که شما ایراد تعدیل بگه این حق نداره در کل ولیسی جرگه محترم بعد از اینکه مطالعه میکنه یک حق داره یا ایراد تایید میکنه با اکثریت یا ردش میکنه اکثریت میخواین این نکته را بدانن که این چرخ به باور بعضه و یا مکسریت تحلیلگران کارشناسان چرخ باطل است چرا وقت و زمان مردم افغانستان را می میکنند زمانی که از آدرس حکومت افغانستان تصویب شد به امضا رسید من حیث اعتبار بخشی پس چارچوب دیگری میکانیزم دیگری میبود که زمینه های اجرایی و عملیاتی هم آغاز میکرد تا اینکه به مجلس بیاید این همه گفتگوها این همه ها در صورتی که هیچ گونه صلاحیت بر تعدیل و یا دیدگاه های دیگر وجود ندارد ما شخصا معتقد هستیم عالم میگیم زمانی زمان ای این صحبتی که ما در این مرحله و در این بخش در این مقوله میکنم خدمت شما و همکاران محترمی که با عنوان شریک بس اینجا شرف حضور در ما و کلای عزت مند ما و بود امیدوار بودم که چشم بسته جناب آقای رئیس جمهور محترم حکومت وحدت ملی حداقل یک زمان سریزی مصرف میکرد و یک تیم کاری دیگر را یه حق را داشتن بله یک تیم کاری دیگر از کارشناس های حقوقی نظامی و سیاسی و روابط بین الملل و امثال ذلک اینا را به اسلام آماده می‌کردند در چارچوب حکومت محترم حتی نهاد به اصطلاع بعضی کارشناس های محترم و به اصطلاع کسانی که الحمدلله ما قطع رجال نداریم در افغانستان دیگر کسایی هست که دارای حقوق و بلخه پایه با های تحصیلات حقوقی بسیار قوی دارد اینا رو به اصطلاع جمع میکردن به عنوان یک کمیته به عنوان یک کمیسیون در وزارت محترم خارجه یا در وزارت دفاع ملی یا در نهاد ریاست جمهوری بله. که اینا حداقل یک دو سه هفته سری از از الف تا از از دیدگاه حقوقی و آنچه که به عنوان منافع اولیای کشوری افغانستان نامگذاری شده اینا رو مطالعه می بعد بالاخره جانب به قطعا اینجا کاستی هایی را قلم داد و نقطه گذاری می بعد از این جانب ایالات متحده آمریکا را می که به اصطلاح اینا رو باید اصلاحات بکنی که متاسفانه فعلا زمان از گذشته چون این کار نکردند اینه که نکردند کاملا مطابق با آنمو تشکیل شورای مشورتی که خلاف قانونی اساسی بود که رئیس قبلی را انجام دادند مطابق باز آورده خب این ما همونطوری که در اولی بسخندت شما یادآوری کردم بازم با عنوان اوز ببولی چی یادآوری میکنم تا اونجایی که من میفهمم نکات مثبتی در وجود داره نکات های منفی هم وجود داره بله. از جمله شما ببینید ما بخوایم نخواهیم بحث ارتجاعی نیست که ما اینجا مطرح بکنیم که هر کسی هزار نظر کردن که به این معنا بلغه گرفته نشه که مخالفی از این پیمان هستند ولی یک بحث حقوقی با اینکه میگه ما حاکمیت ملی را قبول داریم قانون اساسی افغانستان قبول داریم درسته خب قانون اساسی افغانستان که قبول دارند با احترام به قانون اساسی افغانستان در فصل در ماده 13 اونجا در رابطه با اونجایی که فرزن نیروهای ملکی که در چارچوب ایالات متحده ای آمریکا و یا نیروهای نظامی که آمریکا یا در خاک افغانستان داشته باشه به اسلام مرتکب یک تخطی شد مسله قضایی کولاخارای ما ان چې شر په زرادات در ژاپن اتفاقفت درزه مرتکب یک کمچو قضایی او بلخه یک کمچو جنایت اتفاقفتات بعد این نیروی ایالات متحده ای امریکا اونایي کې بلخه با اهمی از نیروی ملکی او نظامي کې انجه میمهونه مطابق با این قرارداد همکاري دفاعي او امنيتي آیا مطابق با قانوني اساسي افغانستان محاکمه شوم یا مطابق با ضوابط او پرنسپپ های پذیرفته پر شده قضایی ایالات متحده آقای ای ناصری آمریکا این فقط اشاره و تماس با من نکته سرخی است که از ابتدا تا انتها این توافقنامه را به چرخش گردان مجددا فرصت شد برمیگردیم که آیا راه حل برای این وجود داره یا خیر ما اجازه بتیم دیدگاه خانم کوفی رو داشته باشیم با در نظر داشتین نکته های نکات مثبت و منفی در نهایت اکنون یافته های ولوسی جرگه در این زمینه چیست دیدگاه کلی برای رد و یا تایید از چگونه ارزیابی میکنین مجلس فضایش چگونه است ما فکر میکنم که امو بحثایی که پیش از که موافقت نامه امضا شوه ما هم داخل شورا بحث داشتن سریازی و از زیاتر شورا نمایندای مردم معمیره میگفتن که زودتر رئیس جمهوری را رئی امضا بکنه به خاطر از اینکه اقتصادی ما در خطر است و سیاست امنیتی ما در خطر است و این دلایل گوناگون میگفتن و یعنی به هر حالت بس بود داخل شورا و بیرون شورا و وکلا می رفتن در میزای گرد که وقتی که چی می کردن صحبت می از پیمان امنیتی اظهار نظر میکردن که باید قرضه خیانت ملی را نکنه با امریکا پیمان پا امضا بکنه به خاطر از که افغانستان ببینه که به کدام روان هستند در حالی که این مفیدیت و یعنی مسئولیت از یا نقص از اونها مطالعه نکرده بودند که اگر ما این پیمان به یعنی امریکا امضا بکنیم چیش به نقص ماست و چیش به فایده ماست در این نیست که ها همیشه به فایده یک کشور می باشند و نقاط منفی هم می داشته باشند به خاطر از اینکه ما در طول 13 سال یا 14 سال که نیروی بین المللی و نیروی ائتلاف یا قوای ناتو در دا داخل افغانستان بود در جای شکی نیست که به مردم افغانستان هم کار بودن و کار کردند و در این ای شک نداشته باشه که نیروی بین المللی به ضرر مردم افغانستان هم کار کردند ببین عملیات شبنگامی که اونا کردن در خانه بخصوص در ولایت تخار که روسیه را به قتل و خانواده را از بین بورد. بردن و او را بسیار به یک حالت فجای به یعنی یک دختر نوجوان ما خو را گفته نمیتونم به هیچ عنوانی را اظهار کردن نمیتونم که بود او خانواده به چه قسم داخل شدن و چه قسم اون به تعدادی از اون خانواده که 8 نفر میشد یا 7 نفر میشد را به قتل رساندن ما او را هیچ نمیتونم براتون توضیح بدم به خاطر از اینکه موضوع عزت آبروی مردم تخار در اینجا ما بین است اینی گپای منفی را داشت ایالات متحده ای آمریکا که در افغانستان انجام داد و نقاط مسئولیت دیگه شی بود که وقتی قوی ناتو آمد در افغانستان افغانستان از این حالت بدبختی که مثلا طالبان در او طالبان هم جزی از این برنامه بودن که از از چنگ طالبان یعنی مثلا افغانستان نجات داد ما تونستیم که از او مثلا زیاد چیزای خوب بیاموزیم اما حال حال با نظر داشت همه نقطه سرش... ها برای رد و تصویب فضا چگونه است و این نقطه را می خواهیم که چگونه است یا دیدگاه مجلس در کل برای رد و یا نکته من. مومد خواهد بود با در دا نظر داشت نکت های که مطرح کرده ملاحظه گویا چرخ باطل بودنش و یا عدم صلاحیت تعدیل در این قانون شما چه مشکلی صلاحیت تعدیل در این قانون نداریم خاطر از یک ماده یک موافقت نامه مثلا بین المللی نداشتیم و هیچ شورای دنیا نداشته این کار ما بین دو دولت میشه من فکر میکنم که ما نمیتونم میزار نظر بکنم خاطر از اینکه نظر وکیل سی به خودش است نظر وکیل سی به خود ما است نظری ما به خود ما است ما از آدرس وکلای مردم نمیتونم میزار نظر در اینجا بکنم بگویم که ایده تایید میکنن یا رد میکنن من فکر میکنم که اگر کمیسیون ها بیا باید مردم افغانستان باشه مردم تاییدش میکنن اگر به نقص مردم افغانستان باشه با باید وکلای با وجدان وجدانشان نظر بیدار هستن اگر به نقص مردم افغانستان باشه حداقل گفته آقای ناصری یک کمیسیون ایجاد میشد ما را در جریان قرار میتن که چی یعنی به مردم افغانستان است چی به نقص مردم افغانستان است ما میفهمیدیم کورکورانه این رقم که ما تصویب بکنیم به نقص مردم افغانستان کار ما اجازه بدین از خانم نظری بپرسیم بازم گپ نفع نقص در میان آمد پیوسته به گذشته اینجا نفع نقص مردم افغانستان میتونه ممد واقعی شوه حداقل ارزیابیش از آدرس مجلس که حداقل بر منفعت هر مردم افغانستان حدس بزنیم نیست یا بر منفعت افغانستان است که اکثریت این توافق نامه را امضا شده و تایید شده میپندارند که روحی عمومی در مجلس هم این است که بدون هیچ چونه چرا این توافق نامه با تایید میرسه اما اگر عدم تایید شما رو داشته باشه من حیثیت کارشناس و جزا شما چه شرایط در این نکته دارین که آیا واقعا ممکن است مبتنی بر نکات سرخ که آقای ناصری هم اشاره که رد به مجلس به معنی رد این توافق توافق یک حدس و یا حداقل تعدیل از آدرس جانبین ایجاد مذاکره مجدد و یا ایجاد کمیسیون برای بررسی مجدد این صلاحیت و یا این توان یا این چشمنداز وجود دارد؟ می خواهیم بگویم که نظر دادن درباره اولی سیجرگی افغانستان بسیار سخت است به خاطر از این دقیقه دق... 90 یک دفعه تصمیم برعکس میشه او زمان آدم امیال فعلا فضا تақریبا مеш آماده رай شаوа مешава آماده رаد شаوه ولی در دقای های نوت یک دفعه تصمیم برعکس میشه هر کس یک نقطه را متوجه میشه بالاخره رای میره برد رد یا میره به تایید اما نوع... قبلا گفته میشد این فضای در دقیقه نوت تغییر حکومت را حکومت رقم میزنه که رئیس جمهور حامد کرزای در رس بود آیا حکومت وحدت ملی هم چون این پیدا کرده در داخل مجلس آ... که در دقیقه اصلگر... تصمیم تغییر بکنه؟ اصل اگر قرار است امی که میگه که امید کرزی در اولیسی تعیین کننده را رای بود ما به عنوان یک وکیل رد میکنم ما هیچ وقت به اشاره کس رای ندادیم بناهن شاید کسایم باشم باشه من نمیتونم رد کنم اما اکثریت وکلا تنها اشاره ولی نمیپذیرن گفتن من, نمی... من, من نا... کسی که سر رای خود مسلط بودیم هیچ وقت نمیپذیرم سر ما نمیتونن نفوذ کنه ولی که امید کرزی بوده یا فرض مثال آقای اشرف غنی باشه ولی من یک نقطه دیگر رو میخوایم اشاره کنم دولت افغانستان متاسفانه پیش از اینکه متوجه شد که آدرس ریاست جمهوری در کجا بود اول امضا کرد پیمانه بدون از اینکه کدام تصمیم بگیره یا ادیقل یا کدام مذاکره داشته باشه متاسفانه همین جریان کم بعد از انتخابات که رفت به دور دو همین شش ماه یا چهار ماهی که طول کشید یا را به حدی سرگردان کرد شما در جریان هستین که سر شب در سفارت امریکا بود نیم شب در دفتر یونما بود و آخر شبم در ارگ ریاست جمهوری بود متاسفانه یا به حدی محتاج شد که ضرورت پیدا کردن که اولین کاری را که اینا انجام میده اینا پیمان امضا میکنن و بدون از اینکه که چشم کور امضا کرد ولی ما فعلا میخوایم یک نقطه دیگر را اشاره کنم تا زمانی که ما سیاست خارجی مشخص تعریف شدگی نداشته باشیم این پیمانه ها تاثیرگذار برای امنیت افغانستان باشد. ما باید دوست و دشمن ما مشخص باشد تا کسی که با ما پیمان امضا میکنه یا کسی که با ما هم پیمان هست او بفهمه که ما موضع ما چی است ولی طور که آقای ناصری شرکت در اینجا به نام طالب ما نداریم در داخل از این پیمان ولی در عین حال ما فعلا انتحاری داریم از آدرس طالب ما شهید داریم و زخمی داریم هزاران فاجعه را ما به نام طالب در درون افغانستان داریم یک مورد و مورد دیگر را من میخواهم اشاره کنم که او عبارت از است که در شرایط فعلی حکومت ایالات متحده یا دولت ایالات متحده نفش از که در افغانستان باشه هیچ وقت به خاطر منی افغان یا افغانستان اینجا نمی باشه بدون شک این تنها افغانستان است که سر خود منفعت خود را نسنجیده بله. هیچ کشور جدای از شمال منفعت شما نمی باشه دفن می خوام این نکته را بدانم آلا برای مردم افغانستان هم ضرور است یا جایگاه نماینده های مردم در این پیمان را چگونه ارزیابی میکنین فرصت ارزیابی منفعت و غیر منفعت در اینجا وجود دارد پیوسته به سوال گذاشته باز می تکرار کنم که در صورت عدم موجودیت این منفعت آیا دیدگاه شما تاثیر دارد خب اصلی که بازی قرار است. تانس در کمیسیون ها مورد بحث قرار نگرفته که حالا ما نظر ادیقل دو سه نفر از وکلا را داشته باشیم. من نظر شخصی خودم را میخوایم بگویم. ما بحث کنیم یک دفعه ببینیم که فضا از چی قرار است و چقدر ما میتونیم از این پیمان به نفع ملت افغانستان استفاده بکنیم ولی ما و باور هستم که او زمان ما میتونیم نظر بدیم در شرایط فعلی به جنوان عنوان ما از جرگه یا از کمیسیونی که ما اونجا عضو نظر دادن نمیتونم بناهن ضرورت است که ما ای را بحث کنیم ولی در عین حال که همکاران ما اشاره ما فقط یا رد میکنیم یا تایید نه تعدیل میتونیم و نه کدام تغییر تحول دیگر وارد کرده میتونیم سپاس گذاریم پس از وقتی خیلی کوتاه ادامه این بحث بس. بس خوش آمدین آقای ناصری بر برمیگردیم و سوال را که نسبتاً پاسخش را خواهیم داشته باشم حداقل نهایتا دیدگاه ها و یا هم یافته ها بر شکل بر جنبه مثبت و منفی افزونی یکی قدرت به نماینده ها می یا بولسی جرگه این توان را داره که باعث شوند یا کمیسیون برای تعدیل ایجاد شود یا کمیسیون برای مذاکره ایجاد شود باید اقل قبول شده که می تونه باشه اما رد شده پنداشته شود از آدرس مجلس و یا حکومت تجدید نظر کنه یا طرفین تجدید نظر کنند در این توافقنامه در کل روند به با این موضوع همونطور که ما قبلا خدمت شما توضیح دادم با او شیوه و پروسیجر کاری که در روند قانونگذاری عادی در داخل ولسی جرگه در چارچوب حکومت نظام افغانستان صورت میگیره کاملا متفاوت است دقیق. یک کلام ولسی جرگه بعد از طی مراحل و بحث های مفصل و مطالعات دقیق در کمیسیون و بعد آوردن در تالار عمومی فقط یک حرف داره یعنی فقط یک صلاحیت داره یا اره یا نه خب این نه به معنی چی خب این نه چی کار میکنه برای خب، این توافق خب، نه اگر نه آمد امضا میشه بی امضا یعنی مثل یک کاغذ پاره میمونه بس معنی این نکته یعنی وضاحتش چی؟ یعنی یعنی دیگر به هیچ وجه پیمان مردم قبول نداره یعنی قبول نداشتن معنای رد کردن است که دیگه برمیگردانن خب بعد از چی فعل این فعالات بین حکومت افغانستان و یالات متحده ای آمریکا به اصطلاح اتفاق میفته او بحث جداست اما ربط به این قضیه نداره اگر تایید کردن بر اجراس بلد. و اگر رد کردن دیگر به اصطلاح پیمان با مو اصطلاح پیمان بی پیمان متوجه شدین خب بعد این مستلزم بالاخره قضایای های بعدی است که نسبت به حکومت افغانستان یا ایالات متحده ای آمریکا صورت میگیره اما ما بیایم کمیسیون را تایید بکنیم که روی از این مطالعه بکنه بعد به استا تعدیل وارد بکنه ازدیاد بکنه کم بکنه تنقیص بکنه بالاخره جابجا بکنه امثال که اینا را به هیچ وجه به هیچ وجه روند بررسی و ارزیابی و پاس کردن و عدم پاس کردن ای این پیمان همکاری دفاعی فیما بین هر دو تا کشور اجازه را به اصطلاح ولسی جرګه از لحاظ حقوقی و قانونی نداره بله این یک نقص پنداشته میشه یا نه جریان این گونه است و مبتنی بر بعضی از نکات امین اصل و امین پروسیجر مبتنی بر اصل قانون در نظر گرفته شده که نکات تعارضی و تقابلی و پارادوکس ایجاد کردن حقوقی دیگر نداشته باشد خب ببین این تنها در افغانستان نیست اتفاقا بحث امضا کردن پیمان و تصویب کردن یزو در تمام کشورها همین چرا به خاطر که بحث طرفی نیست یک طرف آمریکاست و یک طرف فرزند یک طرف آلمان یک طرف افغانستان یک طرف فرزند هند یک طرف فرزند با عنوان مثال میگم یک وقتی پاکستان یک طرف دیگه افغانستانه پس بنابراین آنچه که به او را حق میده قانونی اساسی قانونی اساسی تمام کشورها با شوراهای ملی از اونها یا سناهای از اونها همسال زارک که فرق میکنه این فقط یا سربسته و دربسته از الف تا قبول میکنه یا رد میکنه این فقط دیگر یک پلیسی جرگ صلاحیت زیر داشته باشه که رد بکنه فرضاً بگه ما فعلا یک تصویب نمی‌کنیم مشروط به اینکه اینی رو شما تعدیل بکنید این اینی رو کم بکنید اینی رو بردارید اینی رو حذف بکنید اینی رو زیاد بکنید یک همچو بحثایی در اینجا تشکر نهایت این بحث و جنبندین مبحث از اینجا می گیریم که حال برای تامین امنیت در شهرهای بزرگ افغانستان در کل افغانستان و حداقل داشتن ثبات زمانی که منتفی از بحث قطعنامه است و نظم هم زبان اجرایی شما نشده نکته هایی که از آترس نماینده های مجلس برای تامین امنیت و در افغانستان است آیا همه منحصر به توافق نام است که قبلا شما رد کردین که نیست اما گفته های دیگر در این زمینه چیست خب و عبارت عزیز که اول حفظ امنیت جز و جایب ها و مکلفیت های نظام افغانستان برای مردم و حق یعنی تامین امنیت امنیت حق بسیار به اصطلاح پیش پا افتاده حق اولیه شهروندان افغانستان که نسبت به نظام افغانستان که در چارچوب حکومت یا دولت از او یا میتونیم نام ببریم ایره باید حکومت انجام بده اما شیوه تامین از این قضیه باز برمیگرده به با همین قضایا یکی از راهایش همینه که فرزن چون افغانستان مومد کارشان فعلا توانایی نداره به اصطلاح تجهیزات اصلی سنگین در اختیار نیروهای امنیتی دفاعی افغانستان که بار فداکاری واقعا وطن پرستی دفاع کرده وجود نداره و بالاخره ای مکلفیت ایجاب میکنه که به هر دلیلی که میشه باید ارتش افغانستان به عبارت دیگر نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان مجهز شود مطابق بالاخره با, بالاخر با استانداردهای بین المللی حد کشورهایی که افغانستان ما در جوار از قرار دارم و حد اقلش نسبت بالاخره به با همون مقداری که فعلا انتظار دارم که در مقابل مداخلات پاکستان باید دفاع از افغانستان صورت بگیره یا در مقابل مداخلات خارجی که صورت بگیره اینا تشخیص بده این وظیفه و مکلفیت چارچوبی حقوقی است که نسبت به نظام افغانستان و حکومت افغانستان و شهروندان افغانستان داره اما خب ما هم طور که خدمت شما یادآوری کردیم اظهار نظری که اینجا ما میایم میگیم این این نقاط مثبت این نقاط منفی ولی آنچه که مهمه باز نماینده به با عنوان نماینده در پلیس جرگا. تصمیم میگیره نه به عنوان من غلام حسین ناصری اینجا یک گبه میزنم بله. اما تصمیم ما مطابق با ماده یک قانون اساسی که میگه می عضو شورای ملی در جریان اظهار نی رای باید طوری اظهار نظر بکنه که مسائل های افغانستان را مدار قضا بله و جدا از آن نقطه نگرانی که است اما نظر اما رای یک, یک رای نظر. یک نظر یک توضیح بدیم یک توضیح بدیم ممکنه در اونجا اظهار نظر بلغه کار به جایی برسه که فرزند صد در صد وقتی که فرزند من رای میتوم برخلاف ذره شخصی ما اما منافع ملی اجاب بکنه من مکلفم که از منافع ملی دفاع بکنم متوجه بله. اینو باید ما درک بکنیم. او بستگی به این داره که نماینده محترم چه رقم ارجJacobi میکنه و مکلفتهای خود به عنوان یک نماینده در چارچوب قانونی اساسی و همینطوری نه چارچوب نمایندگی از مردم افغانستان چه رقم درک می. آقای نسلی خانم کوفی و خانم نظری از حضورتان در بحث شب سپاسگزاریم. تشکر. و همچنان از شما عزیزان بینید از این بانه سپاس میکنیم امید ارزوی مردم و نمایده های مردم در مجلس شورای ملی ثبات و امنیت و تحکیم آن به دوش حکومت وحدت ملی فعلی است تا برنامه بعد در هم